سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. مبتلا شدن صدها کودک با ویروس HIV ایدز از اثر غفلت کارمندان صحی در جنوب پاکستان. ادامه تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و ایران و اظهارات تازه سفیر افغانستان در واشنگتن در مورد چگونگی هماهنگی بین کابل و واشنگتن در مورد مذاکرات صلح و وضعیت آینده در افغانستان. هیچ صلح قرار نیست در افغانستان تحکیم شود و پایدار بیاید بانه غیر از اینکه او به خواست مردم افغانستان باشد. سلام، سرزیو هستم. با برنامه امروز پنجشنبه 16 مه سال 2019 خوش آمدید. خبرها را اماکنون به گونه مستقیم در فیسبوک دری صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید. امید است تا پایان ما را همراه باشید. در تازه ترین خبر، وزارت دفاع ایالات متحده گفته می شود از کانگرس این کشور خواستار تخصیص بودجه برای پرداخت مصارف سفر اعضای گروه طالبان برای اشتراک در مذاکرات صلح شده بود. روزنامه آمریکایی هل به نقل از سخنگوی رئیس کمیته امور دفاعی مجلس نمایندگان ایالات متحده گزارش داده که وزارت دفاع ایالات متحده این درخواست را در اوایل امسال مطرح کرده بود. بر بنیاد این گزارش، وزارت دفاع ایالات متحده می‌خواست با تخصیص این بودجه مصارف حمل و نقل، بود و باش و مواد غذایی اعضای گروه طالبان را که در مذاکرات صلح در قطر اشتراک می‌کنند بپردازد. سخنگوی رئیس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که با در نظر داشت حملات تهاجمی طالبان بر نظامیان آمریکایی و عدم به رسمیت شناختن دولت افغانستان و حقوق زنان افغان توسط طالبان، این درخواست وزارت دفاع ایالات متحده تخطی از مفاد قانونی است که حمایت مالی از گروه‌های دهشت افغان را منع می‌کند. کمیته امور دفاعی مجلس نمایندگان ایالات متحده دیروز بودجه مصارف وزارت دفاع این کشور را برای سال مالی 2020 منظور کرد و پرداخت مصارف سفر گروه طالبان از این بودجه را منع کرد. رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن دی سی میگوید که حکومت افغانستان از خط سرخ خود برای مذاکرات با طالبان به ویژه در قسمت حقوق و آزادی زنان عقب نخواهد نشست. آقای خانم رحمانی در مصاحبه ویژه با یلدا بکتاش با پرسش‌های راجع به احتمال توافقات در مذاکرات صلح با طالبان و نقش سفارت افغانستان در واشنگتن در تقویت این مذاکرات صحبت کرد. اگر که امکان داشته باشد چند نکته برجسته را که سفارت افغانستان در ایالات متحده کوشش کرده که در پروسه سال از طرف حکومت افغانستان در اینجا منافع حکومت افغانستان در واقع پیش ببره، یک دو مثال برجسته اگر که اشاره بکنید. یک ای که ما همیشه در کوشش میکنیم که تمام مسائل آنن با حکومت ایالات متحده آمریکا شریک بسازیم. یکی از مثالهای شمی است که در قسمت تشریک مساعی و همچنان بهبود روابط و پیشبرد روابط ما همیشه ملاقات ها و دید و بازدید های مکرر داریم. آیا ایالات متحده هم با شما جزئیات مذاکرات صلح شریک می سازد با سفارت افغانستان؟ نمایندگی سفیر صاحب خلیلزاد در اینجا ما امرایشان صحبت داشتیم، به طور متداوم و دوامدار کدام سیستم برای تشریک معلومات امرای سفارت ندارن، اما بخشای دیگه خود استیت دیپارتمنت، وایت هاوس مکررن امرای ما در تماس هستن. هر مسئله که می باشه یا اونا تماس می گیرن، اگر از طرف ما باشه ما تماس می گیریم و به طور دوامدار و متواتر جریان داره.
همراه دفتر نماینده خاص ایالات متحده آمریکا هم روابط داشتیم، ما مجلس های داشتیم، منتها یک سیستم متواتر که به خاطر تشریک معلومات فعلا موجود نیست. عدم موجودیت چنین سیستم شما دلیلش در چی میبینین؟ خب ما به نمایندگی از اونا صحبت کرده نمیتونم که اونا چرا این سیستم ایجاد نکردن. ما قسمی که به اشاره کردم قبلا معلومات، اما از بخشای دیگه همیشه میگیریم مستقیما همراه دفتر نماینده خاص، شاید به دلیل از یک سفر زیاد دارن و یا شاید هم به خاطر از اینکه بعد از هر سفر خود مستقیما میرن به کابل و سران حکومت در اونجا برشان معلومات را هم میکنن، اونا شاید درکشانی باشه که باز اونا هم رای ما معلومات شریک میکنن، ولی 100% من به نمایندگی از اونا صحبت کردنم. بله، خواست نهایی حکومت افغانستان از مذاکرات سال با طالبان چیست؟ آیا حکومت افغانستان حاضر است که خطوط سرخ خود کمی از او فاصله بگیره و یا تجدید نظر بکنه یا تغییر در او وارد بکنه؟ این خواسته های مردم افغانستان است. هیچ صلح قرار نیست در افغانستان تحکیم شوه و پایدار بیایه بانه غیر از اینکه او به خواست مردم افغانستان باشه. تا حمایت مردم افغانستان یک پروسه امرای خود نداشته باشه، به هیچ عنوان نه تحکیم شده میتونه و نه پایدار مانده میتونه. اگر مردم افغانستان خواستشان حفظ قانون اساسی است، گرچه که در مسوده در قطعنامه که از در قطعنامه لوی جرگه که به خاطر سال ایجاد شده بود بسیار واضح در این مورد صحبت شده و حتی مردم ما امی بزرگی را باز هم از خود نشان دادن و در این قطعنامه آوردن که اگر نیاز باشه که تغییرات در قانون یا تعدیلات در قانون اساسی بیایه، او هم باید توسط روش های مشخص و بعد از اینکه پروسه صلح تحکیم میشه باز میشه که رویش صحبت کنیم. آیا اگر مردم بخواهند که قانون اساسی افغانستان تغییر بکنه برآوردن صلح، حکومت افغانستان حاضر است که به خواسته مردم تن بده و تغییر ایجاد بکنه در ساختار حکومت افغانستان؟ حکومت افغانستان بسیار با وضاحت و صراحت، خود جناب رئیس جمهور در جرگه صلح در اختتامیش اعلان کرد که من برای مردم یک چک سفید دادم، من به شما یک کاغذ سفید دادم و من از شما مشوره میخوایم به خاطر داشتن صلح پایدار. حمایت مردم ضروری است. وقتی که پروسه صلح پیش میره، اگر مردم افغانستان و جانب مقابل به می موقعیت می رسن که بعض تعدیلات هر دو طرف قبول داره که باید تعدیلات بیایه، این تصمیم مردم است و حکومت افغانستان به او اعتراف می مانه. پروسه صلح در کجا قرار داره و آیا به نظر شما پیشرفت داشته یا به بنبست رسیده؟ پروسه صلح به نظر ما پیشرفت داشته، به خاطر از اینکه ما شروع کردیم از فوریه 2017 اولین بار رئیس جمهور پیشنهاد داد و یک پیشنهاد 7 فقره‌ای را اعلام کرد و از طالبان خواست که به پروسه صلح بپیوندن و بسیاری مسائل را که تا او وقت طالبان صد رای پروسه صلح عنوان میکردن در او آدرس کرد. از او وقت به بعد یک پیدست آورد پروسه صلح امی آتش بس 3 روزه در عید فطر سال گذشته بود. نماینده های طالبان بار بار پیشنهاد حکومت افغانستان برای یک رسیدن به یک آتش بس رد کردن و به حملات خود علیه مواضع حکومتی و همچنان غیر نظامیان ادامه دادن. آیا به نظرتان امیدی هست به این پروسه صلح، به خاطر که تا کنون حتی نتونسته که به یک آتش بس موقت دیگر دست پیدا بکنه؟ قسمی که شما گفتین
رهبرا طالبا تا انوز آتش بسن نپذیرفتن و این جای تاسف است به خاطر ازی که خودش یک صد راه در مقابل تحقق یا رسیدن به یک صلح پایدار و ثبات در افغانستان است. شاید که یک تعداد رهبرا فکر کنند که خب با ما مذاکرات با ایالات متحده شاید پیش برا و شاید منتظر باشند که نیروهای ایالات متحده یک روز از افغانستان بیرون شوه و اینا دوباره امو سیستم قبلی و رژیم سابق خود بخواین که سر مردم افغانستان تحمیل کنند. ولی مسئله اصلی این است که او سیستم اینا در سال 96 سر مردم تطبیق کردن، در سال 2012 قابل تطبیق، در سال 2019 قابل تطبیق نیست. البته این یک مشکل بسیار جدی خود بود و ما امیدوار هستیم که اونا بالاخره به این نتیجه برسن که صلح نیاز مردم است و اگر خواسته باشن که جزء کشور خود باشن باید از به خواستای مردم تن بدن. صدها نفر در یک روستا در جنوب پاکستان با استفاده از سرنج پیچکاری آلوده از سوی کارمندان صحی با ویروس HIV آلوده شدند. شماره کثیری از این افراد کودکان هستند. همکارم سحر عظیمی در استودیو با ماست و جزئیات بیشتر را در این مورد با خود دارد. سحر جان بفرمایید جزئیات در این مورد چی است؟ مقامات صحی میگویند که بعد از اینکه متخصصان از افزایش میزان آلودگی به ویروس HIV به دلیل استفاده از وسایل آلوده از سوی کارمندان صحی در پاکستان هشدار دادند، در هفته های اخیر به دلیل احتمال ابتلا به ویروس HIV مثبت 400 نفر مورد آزمایش قرار گرفتند. در 9 روز گذشته 4703 نفر مورد آزمایش قرار گرفتند که از جمله آنها 185 نفر به HIV مثبت ابتلا داده شده است و شمار وسیعی از این بیماران کودکان هستند. این در حالی است که مقامات صحی استفاده از سرنج‌های آلوده را جعلکاری گفتند و شماری از این کارمندان در جریان تحقیقات به مقامات قضایی سپرده شدند و دیگر عاملین مورد پیگرد قانونی قرار دارند. اما در حال حاضر شیوع این بیماری سبب شده تا مقدار دوا برای افراد مصاب محدود شود و این مسئله خشم و نگرانی مردم به ویژه والدین کودکان را برانگیخته است. شرح بیشتر را در این گزارش ببینید. والدین با اضطراب فراوان منتظر آزمایش کودکانشان برای تشخیص ویروس HIV در یک روستا در جنوب پاکستان هستند، جایی که صدها نفر بعد دلیل استفاده از سرنج آلوده از سوی کارمندان صحی به بیماری HIV مبتلا شدند. کمیته نظارت بر بیماری های ما ریشه و دلیل اوج گرفتن HIV را در این منطقه جستجو می کنند. آنها با 64 نفر از 185 نفر صحبت کردند و یافته های آنان نشان می دهد که 40% از سرنج های مستعمل استفاده کردند. یک دکتر در کلینیک موقت می گوید مردم در گروه های 10 نفری به اینجا مراجعه می کنند و ما با کمبود تجهیزات و پرسنل برای درمان تعداد زیادی از بیماران مواجه هستیم. من ناراحت شدم. من فرزندهای دیگری هم دارم. مردم میگویند که او نمیتواند ازدواج کند. آنها میگویند وقتی او بزرگتر شد این بیماری به فرزندان دیگر سرایت خواهد کرد. من 5 فرزند دیگر دارم. نمیتوانم درک کنم که چی باید بکنم. من نمیفهمم. مردم دیگر نگران آینده فرزندان خود هستند که به طور قابل ملاحظه ای آسیب دیده است، به ویژه در کشوری که توده های فقیر روستایی درک اندکی از بیماری ها دارند یا دسترسی به درمان برای آنان محدود است. پاکستان برای مدت زیادی به عنوان کشوری با شیوع نسبتاً کم ویروس HIV شناخته می شد، اما حالا این بیماری به میزان قابل ملاحظه در حال افزایش است، به ویژه در میان مصرف کنندگان مواد مخدر و تن فروشان. من دخترم را در شفاخانه لارکنا آزمایش کردم. آنها تایید کردند که او HIV مثبت دارد و احتمال انتقال این بیماری به فرزندانم وجود دارد. من و همسرم HIV نداریم، اما دخترم دارای ویروس HIV است. مدیر برنامه کنترل بیماری HIV سند گفت به خاطر صرفه‌جویی در پول این جعلکاران صحی یک سرنج را با چندین بیمار تزریق می کردند و این می تواند عامل اصلی گسترش بیماری HIV در این منطقه باشد.
اما برای والدین تازه تشخیص داده شده، اگر آنها نتوانند با اطلاعات بهتر و دواهای لازم مخصوص و درمان اچ‌آی‌وی دسترسی پیدا کنند، تحقیقات جاری معنی کمتری دارد. وزیر خارجه ایران میگوید با وجود خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی، تهران هنوز هم از خیشتنداری کار گرفته و تعهداتش با این توافقنامه پابرجاست. جواد ظریف هنگام دیدار با مقام‌های ژاپنی در توکیو، ایالات متحده آمریکا را به افزایش تنش‌های غیر ضروری در خلیج فارس متهم کرد. آقای ظریف گفت که تشدید منازعات از سوی آمریکا قابل پذیرش نیست. به باور ما تشدید منازعات توسط ایالات متحده غیر قابل پذیرش و ناخواسته است. اما آنگونه که اشاره شد، ما بعد اعظمی خویشتنداری را پیشه کردیم. با وجودی که آمریکا از توافق هسته‌ای در ماه می سال گذشته خارج شد، ما با آن متحد می‌مانیم. در واشنگتن، قانونگذاران هر دو حزب کنگره ایالات متحده خواستار معلومات بیشتر در مورد ادعای قصر سفید مبنی بر افزایش تهدیدها در شرق میانه را شدند و رئیس جمهور ترامپ را از تشدید خطرناک تشدد با ایران هشدار دادند. شرح بیشتر گزارش را از همکارم نجیب خلیل می‌شنویم که همکنون از مقابل امارات کنگره در برنامه با ما هستند. نجیب جان سلام بر شما، خسته نباشین. نگرانی کنگره در مورد چی است؟ بله سیا جان تشکر، سلام به شما. خب به تعقیب اتخاذ اقدام ایالات متحده که پرسنل امریکایی را در عراق خواست و گفتند که باید عراق ترک کنند برگردند به کشورشان و همچنان احتمال ارسال 120,000 سرباز ایالات متحده به شرق میانه، این باعث نگرانی در کنگره شده. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان گفت که رئیس جمهور ترامپ نمیتونه بدون توافق کنگره در شرق میانه مقابله بکنه و البته گمانه‌زنی ها به ایسته که معلومدار آمادگی برای حمله بر ایران گرفته میشه و نانسی پلوسی ایره اصل از این فشار با رهبران با دیگه اعضای کنگره با خصوص دموکرات ها این موضوع را گفت که باید ایالات متحده از مقابله یا جنگ با ایران خودداری کنه. توجه بیننده های محترمه به این گزارش جلب میکنه. رئیس جمهور ترامپ در اوایل ریاست جمهوریش حملات بمباردمان علیه سوریه و افغانستان را اجازه داد که در واقع اجازه دادن به اداره آقای ترامپ برای استفاده سلاح در صورت ضرورت بود. اما آقای ترامپ همچنان مکررن نگرانی خود را علیه دید ستیزگیرایی ابراز داشته است. چیزی بدی برای یک رئیس جمهور نیست که یک کم صلح‌خواه باشد، با وجود اینکه واقعا رئیس جمهور ترامپ را یک مرد نرم‌مزاج فکر نمی‌کنی. ایالات متحده برای ارعاب ایران نیروهای بحری به بحیره مدیترانه فرستاد. ترامپ احتمال استفاده قوا را بیان داشته است. این با وجود است که رئیس جمهور ترامپ گزارش های آمادگی وزارت دفاع کشورش به فرستادن 120,000 سرباز به شرق میانه را رد می کند. آیا این کار را انجام می دهیم؟ بدون شک. اما ما آن را پلان نکردیم. امید است پلانی برای آن نداشته باشیم. اگر این کار را کردیم سربازان زیادی خواهیم فرستاد. با وجود بیمیلی رئیس جمهور ترامپ به دخیل بودن جنگ های بزرگ، اظهارات جدی ترامپ از طرف مخالفینش جدی گرفته شده است. فکر میکنم مردمی که به شخصیت وی نگاه میکنن و تهدیدهایش را میبینن تردید ندارن که یک بخش از طرز تفکر وی بدون شک به حمله متقابل افزایش یافته است. اما تهدید اتخاذ حملات نظامی نیز یک اقدام خطرناک است. ایالات متحده و حکومت امریکا به طریقه‌های مختلف از خود حمایت کرده است، یا اینکه ثابت سازد که موضوع جدی بود و یا هم درک عقب نشینی کرده. در حالی که منتقدین میگویند استراتژی ایجاد فشار عظمی آقای ترامپ تنها احتمال جنگ را بیشتر ساخته است، حامیانش از موقف جدی و حمایت میکنند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. رئیس جمهور ترامپ در ماه جون به کره جنوبی سفر می کند. این مطلب را دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز اعلام کرد. به گفته ریاست جمهوری کره جنوبی، رئیس جمهور ترامپ قبل از سفر به ژاپن به خاطر اشتراک در نشست G20 وارد کره جنوبی شده و در ملاقات با رهبر آن کشور روی چگونگی خلأ سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره صحبت می کند. رئیس جمهور ترامپ برای آخرین بار در نوامبر سال 2017 میلادی به کره جنوبی سفر کرده بود.
انتقال نخستین محموله صادراتی افغانستان به آذربایجان ساعت پیش گشایش یافت. این محموله صادراتی 115 تن سنگ مرمر بوده که از راه لاجورد و بندر آقینه به آذربایجان فرستاده خواهد شد. سرپرست تجارت وزارت تجارت این کشور میگوید که افغانستان سالانه 7 میلیارد دلار رو واردات دارد و 1 میلیارد صادرات دارد. اجمل احمدی سرپرست این وزارت گشایش انتقال معموله صادراتی به آذربایجان را یک فرصت مناسب برای رشد تجارت میداند و میگوید که سال گذشته حجم تجارت میان افغانستان و آذربایجان 3,200,000 دلار بود. امروز 115 تن مرمر در 5 لوری از کابل تا آقینه و بعد از راه ترکمنستان تا آذربایجان روان میکنیم و این یک فرصت خوب است برای سکتور خصوصی و تاجران افغانستان. این معموله اول مارکت نو پیدا میکنیم و یک فایده خوب است که چون دولت افغانستان سکتور خصوصی در این برنامه کمک میکنم. طبق آمار، حجم مبادلات تجارتی افغانستان و آذربایجان در سال 2018 میلادی بیشتر از 3,200,000 دلار آمریکایی بوده است. دوستان، این روزها مذاکرات صلح با گروه طالبان برای افغانهای خارج کشور به یک موضوع مورد بحث و گفتگو تبدیل شده است. این هفته شماری از افغانهای مهاجر در ایالات کالیفرنیا و ایالات متحده نشست را برای وحدت مسلمانان به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار کردند که در این جلسه آنها در مورد مذاکرات صلح افغانستان نیز اظهار نظر کردند. عارف یعقوبی خبرگزار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد. برای افغانهای مهاجر در آمریکا که مذاکرات صلح را دنبال می کنند، ماه رمضان فرصت شده تا بپرسند که افغانهای خارج نشین که نقش می توانند در پروسه صلح داشته باشند. افغانهایی که اینجا در مرکز فرهنگی مسلمانان در اوکلند کنار هم آمده می گویند قرائت افرادگرایانه از دین یک مانع بزرگ در برابر صلح پایدار در افغانستان است. سوء برداشت زیاد وجود دارد. خوب است که اینجا به آن وضاحت بخشیم. کسانی که در این برنامه شرکت کرده می گویند مردم در کشورهای اسلامی از جمله افغانستان می توانند از تجربه تنوع فرهنگی و آزادی های مذهبی امریکا بیاموزند. یک دیگر پذیری و زندگی صلح‌آمیز مردم از نژادهای مختلف یکی از دلایل ثبات و پیشرفت ایالات متحده امریکا به شمار می رود. این که ما میتونیم که با موجودیت اختلاف نظر با هم دیگر به طور مصلحت آمیز، به طور برابرانه و برادرانه زندگی کنیم، یک الگویی است که اسلام برای ما میآموزد و الگویی است که در غرب ما ایرا عملی کردیم و هر جای دیگر هم میتونه عملی کنه. با باور برگزار کنندگان نشست، علما، فرهنگیان و دیگر شهروندان افغان آمریکایی میتوانند برای نهاد نشدن فرهنگ تحمل و مدارا با شهروندان داخل افغانستان یک جا کار کنند. چیزی که ممکن است برای ایجاد فضای صلح در افغانستان نقش کلیدی داشته باشد. پروسه صلح باید که از طریق مرکزیت حکومت پیشرفته شود با اشتراک و با دریافت نظریات گوناگون که از همه اقوام و یعنی ارگانهای گوناگون مملکت می باشد، به خصوص اوناس. پایان جنگ در افغانستان تنها خواست مردم داخل این کشور نیست. بسیاری شهروندان آمریکایی نیز و نتایج مذاکرات صلح با طالبان چشم دوختند. شهروندانی که سالهاست از پول مالیاتشان قوای امنیتی افغانستان را کمک می‌کنند. ما مشترکات زیاد داریم. اختلافات ما بسیار معدود است. ما بعضی وقت‌ها بین اختلافات بیش از اندازه تمرکز می‌کنیم. تأثیرات جنگ‌های طولانی در افغانستان دیگر دور و نزدیک نمی‌شناسد. افغان‌ها از کابل و قندهار و هلمند گرفته تا کالیفرنیا و واشنگتن و لندن یک قصه مشترک دارند. از جنگ خسته‌اند. عارف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کالیفرنیا. قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و دموکرات از مصوبه ای حمایت کردند که بر اساس آن هزاران افغان ویزه ایالات متحده آمریکا را دریافت خواهند کرد. بر اساس این مصوبه تا 30 سپتامبر سال جاری 4000 ویزه خاص برای افغان‌های داده خواهد شد که در جریان جنگ در افغانستان با آمریکایی‌ها کار کرده و اکنون زندگیشان با تهدید مواجه است.
در این مصوبه شناسایی دلایل مصوبه قبلی نیز مطالبه شده که در آن دادن ویزه‌های خاص برای افغان‌ها منع شده بود. در سال گذشته صرف 600 ویزه برای افغان‌ها داده شده بود. در سال جاری تعداد آن به 4000 افزایش می‌یابد. سکات میلر، فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان، نیز در یک نامه به سناتور دموکرات جین شاهین از دادن ویزه به افغان‌ها حمایت کرده گفته است این گونه ویزه‌ها برای موفقیت مأموریت ایالات متحده در افغانستان لازم است. از سوی هم رئیس جمهور دونالد ترامپ در نظر دارد تا طرح تازه‌ای را در مورد قوانین مهاجرت به کشورش ارائه کند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که بر اساس طرح تازه که از سوی جارد کوشنر داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور ترامپ پیشکش شده است، روند اعطای اقامت دائمی باید بر اساس شایستگی و توانایی‌های مهاجرین قانونی صورت گیرد. در صورت این اجرای این طرح، ایالات متحده پس از این صدور گرین کارت یا اقامت دائمی را برای مهاجرینی که به گونه قانونی به ایالات متحده آمده و دارای استعدادهای مسلکی، توانایی انجام کارهای خارق‌العاده را داشته و تحصیل کرده باشند در اولویت قرار خواهد داد. رئیس جمهور ترامپ در تلاش است تا آمریکاییان را یک بار دیگر متقاعد سازد که بر قوانین مهاجرت در کشور بازنگری صورت گیرد. باز هم در ایالات متحده، صرف غذا برای شام یا افطاری ابتکار در شهر واشنگتن دی سی برای حمایت از روزه‌داران در طول ماه مبارک رمضان است. کاترین اشورد برن، همکار پیشین یکی از اعضای کانگرس و محصل مقطع ماستری در دانشگاه جورج واشنگتن، این ابتکار را برای جلب توجه رستوران‌ها در پایتخت ایالات متحده جهت فراهم کردن افطاری به مسلمانان آغاز کرده است. همکارانم جیلا نوری و کاشف وحید گزارش در این مورد آماده کردند. تلاش کاترین اشورد برند، باشنده شهر واشنگتن دی سی، این بود که تا صنعت رستوران های این شهر را بیشتر در خدمت روزداران در ماه رمضان آماده بسازد. و همین دلیل او موفقانه ابتکار صرف غذا موقع افطاری را آغاز کرد تا باشندگان مسلمان که روزه میگیرند در رستوران های شهر بتوانند روزه خود را افطار کنند. این کار در نوع خود اولین ابتکار توزیع غذا است که رستوران های شهر جزء ابتکار ما در ماه رمضان برای افطاری مسلمانان شدند. ما از طرف مارتا ستیبل که یک بنیاد خیریه در شهر واشنگتن دی سی است حمایت می شویم. با این ابتکار آشپزخانه های برخی از رستوران های شهر الی ساعت 2:30 شب برای مشتریان باز است. رستوران های معروف بس بویز بویز در 7 نقطه شهر برای افطاری غذای مرغ حلال را در طول ماه رمضان اضافه کردند تا از مسلمانان موقع افطار پذیرایی نمایند. دیزی واینری رستوران دیگر است که با تهیه غذای بدون گوشت برای افطاری دروازه‌اش را برای مسلمانان در ماه رمضان باز کرده و نوشابه خاص به نام غروب آفتاب را نیز اضافه کرده است. مردم با خبر شدن از این ابتکار از ما حمایت کردند و واقعاً قابل تمجید است. ما از رسانه های اجتماعی واکنش زیاد دریافت کردیم و مشتریان مسلمان از شنیدن این ابتکار ما بسیار اظهار خوشی کردند. برایم دلگرم کننده بود که این رستوران های شهر به نوآوری ما لبیک گفت و از ابتکار صرف غذای موقع شام یا افطاری مسلمانان حمایت خود را نشان دادند. آشپزخانه مارتا یا مارتا ستیبل، زوالین بنیاد غیر انتفاعی خیریه در شهر واشنگتن دی سی پیش قدم شده و از ابتکار کاترین برند حمایت کرده است. مارتا ستیبل در طول ماه مبارک رمضان جز ابتکار صرف غذا موقع شام، موتر غذا برای افطاری را برای حدود 50 نفر هر شب به ساعت 8:00 تا 8:30 شب در نقاط مختلف شهر اضافه کردند. آنها برای افراد غریب و مسلمان شهر غذای حلال را موقع افطار تقسیم میکنند. مسجد آی بی سی تی که در فاصله 10 دقیقه از کنگرس آمریکا در منطقه غریب شهر واشنگتن دی سی موقع دارد، هر روز در طول ماه رمضان موقع افطاری برای مردم منطقه غذا آماده می‌کند. امام این مسجد از ابتکار صرف غذا موقع افطاری استقبال کرد. کاترین has been done an outstanding job and it makes you feel good to know that. کاری که کاترین انجام می‌دهد فوق‌العاده است و برای همه خوشایند است که خواهران و برادران مسیحی ما احساس کردند که مسلمانان باید در طول ماه روزه غذای خوب بخورند و از روزه گرفتن لذت ببرند. بخش دری در همین جا به پایان می‌رسد و تا چند لحظه دیگر همکارم شایسته سعادت‌لامی با بخش پشتو در خدمتتان خواهد بود. شایسته جان بفرمایید. من نه در فاصله خبر می‌دهم. سلام، نن
پنجشنبه ده 2019 کال د می 14 د امریکای چارواکو په هغه بحث مونږ رڼا چې وای خی د ځینو هیوادونو په خلاف